این ماه ماه حضرت امیره. حضرت امیر میفرمایند که ازش میپرسن که خدا رو چگونه شناختی؟ کیف عرفت الله؟ حضرت میفرمایند که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. من این رو قبول ندارم فرمایش شما رو، البته زمینه هاش فراهمه برای اینکه اون اتفاق بیفته. وقتی تعداد زیادی از کسانی که میتونن کاندید بشن و ایجاد رقابت و شور بکنن رد صلاحیت میشن، خب یه تعدادی باقی میمونن که ممکنه با رأی حداقلی وارد شورا بشن، ولی بهترین ها نباشن و مطمئن ترین ها برای اداره امور شهر نباشن. ولی امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته. و اگر مردم پای صندوق های رأی نباشن، ما داشتیم در دوره هایی که با 100,000 نفر اختلاف، مثلا افرادی رفتن تو که بالاخره اینا اگر رقابت پرشور بود اساسا خواب شورای شهر هم نمیدیدن. من خواهشم از مردممون اینه، اگر این نگاه رو قبول دارن، اگر این شیوه اداره امور شهر رو قبول دارن، حمایت بکنن برای اینکه دوباره اون اتفاقات نیفته. تو شرایطی که مردم نباشن هر اتفاقی ممکنه بیفته. خدا رحمت کنه، امام در زمان جنگ یه جمله معروفی داشتن، میگفتن که مادامی که این مردم پشتتون هستن از هیچ چی نترسید، و بترسید از روزی که مردم پشت شما رو خالی بکنن. به اعتقاد من حضور مردم باطل السحر خیلی از مواردیه که ممکنه اتفاق بیفته، و عدم حضورشون هم میتونه موجب بشه که اتفاقاتی بیفته. ممکنه مردم توی انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شرایط اقتصادی، فشارهای فراوانی که دارن تحمل میکنن، به هر صورت انگیزه لازم رو نداشته باشن که امیدواریم پیدا بکنن و شرایط طوری باشه که رقابت انقدر جذاب باشه که همه بیان پای صندوق. ولی اگر اینطور نشود، ما انتخابات ریاست جمهوری و به انتخابات شوراها نباید گره بزنیم. انتخابات شوراها مربوط به محیطیه که ما داریم درش زندگی میکنیم، و اگر به محیطی که درش زندگی میکنیم حساسیت داریم، باید اون کسانی که میتونن این مسیر رو تداوم ببخشن انتخاب بکنیم. به اعتقاد من، من از همینجا با کمک شما دعوت میکنم، بالاخره ما داریم گزارش میدیم به مردم که چی بوده و چه اتفاقی افتاده و ما داریم چی کار میکنیم. اگر مورد قبولشون بود و این رو به عنوان وظیفه‌ای که به عهده ما بوده میپسندن، تلاش بکنم فارغ از اینکه کی میشه شهردار تهران، اینا که بالاخره ملک تلق ما که نیست، اگرم موندنی بود به ما نمیرسید، قبل از ما نگرش میداشتن. ما هم قطعا واگذار میکنیم به کسان دیگری که این ماموریت رو ادامه بدن. مهم این هست که این مسیر ادامه پیدا بکنه، این ریل گذاری محکم بشه زیرش، و انشالله همه ازش بهره ببریم. این موضوعیه که با رقابت‌های سیاسی عجینه، ولی به هیچ وجه سیاسی نیست، در اجرا سیاسی نیست. با رقابت‌های سیاسی ممکنه شکل پیدا بکنه، بالاخره یه نقطه نظری رأی میاره، یه نقطه نظری رأی نیاره، ولی در عمل اساساً سیاسی نیست. ما تلاش کردیم که تو شهرداری تهران چنین فضایی رو حاکم کنیم. آماده باشه که تهران برای انتخابات 400 تمدیدات چیه و آماده باشه که تهران توی شرایط کرونا نگه تو بدنه به شدت در صفات‌های انتخاباتی آمانی وجود دارد؟ کی؟ بدنه ما؟ نه، من ببینید بعضی از آقایون میان مثلا توی جلسات غیررسمی، خب خبرش به ما هم میرسه، قول پست‌های مدیریتی میدن، یا مثلا میگن اگه ما برگشتیم همه پست‌های مدیریتی که لغو شده رو بر میگردونیم و شما ها رو مدیر میکنیم. این که نشد اداره امور شهر که، این که در حقیقت یه جور رشوه است، ارتشاه در حقیقت. به ما رأی بدید که ما شما رو مدیر کنیم. اونورم در حقیقت به نظر من اصلا نگاهشون اشتباهه، چون آدمها رو شیطان فرض میکنن. هیچ آدمی در طینت خودش، در بطن خودش حاضر نیست که در مقابل مثلا انتفاع دنیایی همه چیزشو بده، حتی اگر جذاب باشه اون موضوع. به نظر من نگاهشون اشتباهه، کسانی که
این کار رو میکنن. ولی اینکه خب حالا رقابت باشه، تلاش بکنن خارج از ساعت اداری، ساعت خارج از فضای اداری، کارمند ما مثلا فرض کنید نقطه نظر مقابل ما رو داشته باشه، چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره؟ اصلا چیز عجیب غریبی نیست. ولی اینکه از روش‌های غیر واقع و خلاف مصلحت عمومی، مثلا من قول بدم که آقا تو بیا ستاد ما، من میکنم مثلا رئیس ناحیه، رئیس منطقه، مدیرت میکنم، در حالی که میدونم که تو صلاحیت نداری. چون برای این موارد چه ما تذکرات لازم رو به مدیران ما حق ندارن که وارد چنین مقوله هایی بشن، مواردی هم مطلع بشیم برخورد میکنیم. در فضای اداری و در ساعات اداری هم حق ندارن وارد این موضوعات بشن، ولی خارج از اون ما هیچ محدودیتی نداریم. بالاخره این گزارشاتی که به شما میگم معلومه که بر اساس اطلاعات دارم میگم.